آقا بنده قبلا بارها در مورد این پروژه زار هرچی در مورد این زلزله های برنامه ریزی شده هشدار داده بودم. حتی طرح علمی بردم برای پیشبینی زلزله، چون میدونید که مورچه ها زودتر از بقیه حیوان ها متوجه زلزله میشن، میریزن به هم. ما طرح علمی دادیم و در عین حال کاربردی و کم هزینه، گفتیم هر ایرانی یک خورده نون، مردم توی کوچه خیابون خورده نوناشون رو بریزن، مورچه جمع بشه همه جا. بعد ما با بررسی الگوریتم رفتاری مورچه ها بتونیم وقوع زلزله رو چند دقیقه قبل پیش بینی کنیم. اما کسی این طرح ما رو به گسل تحتانی خودش هم حساب نکرد تا اینکه این زلزله اخیر تهران بود. این هم یک زلزله برنامه ریزی شده توسط پروژه با آر ثابت میکنم بهتون. برید به مشخصات این زلزله توی سایت زلزله نگاری دانشگاه تهران دقت کنید. از خودم که در تاریخ 19/2/99 زلزله ای به بزرگی 5.1 ریشتر. یه نکته جالب، اون خطهای موربی که ما بین روز ماه سال توی تاریخ نویسیمون میذاریم، اینها در علم ریاضی یکی از نمادهای تقسیم هستن. 99 2 19، یعنی 99 تقسیم بر 2 تقسیم بر 19. بزن تو ماشین حساب میشه 2.6. بزرگی زلزله چقدر بود؟ 5.1. 2.6 به اضافه 5.1 میشه 7.7. حالا برو ببین عمق زلزله چقدر بود، اونم 7 کیلومتر. هسته زلزله 7 7 7، 3 تا 7. حالا من با این 3 تا 7 بهت نشون میدم چطوری برنامه ریزی شده بودن این زلزله ثابت میشه. 3 تا 7 انگلیسی رو در نظر بگیر. حالا این 3 تا 7 رو نزدیک کن، بچسبون به هم. شبیه چی شد؟ حرف ام انگلیسی. گسلی که فعال شده بود این زلزله اومد اسمش چی بود؟ مشاه. حرف اولش میم ام. حالا دوباره اون 3 تا 7 رو در نظر بگیر، این بار یه چرخش کوچولو بهشون بده. شبیه چی شد؟ طرح شماتیک یه سری رشته کوه. محل وقوع زلزله کجا بود منشأش؟ دماوند و فیروز کوه. طرح شماتیک رشته کوههای دماوند. حالا باز برو وقتی زلزله میاد زیر میز پناه بگیر، سخت مریزه رو سرت. حالا باز برو برش پایه حساب کن، خاموت و آرماتور کار کن تو ستونای ساختمونت ببینم کجا رو.